انقلاب که شد تا کنون یکی از این بالا خیلی قوی شد، سیاست، امنیت، دفاع. موشک های ما از چند هزار کیلومتر عبور کرده، محکم تو کشور خودمون ایستادیم. اولین بار بوده ایرانی ها بعد از 200-300 سال تمام استان هاشون رو از اشغالگران آزاد کردن. یه وجب از خاک کشور ما جدا نشده. اما همه قصه ما این نبود، همه هدف ما این نبود، یه هدف دیگه داشتیم و اون اینه که این بال سمت راستی که زندگی و اقتصاده این رو هم درست کنه و امروز باید این کارو بکنه. چند میدید آجون؟ الان بیست دوتومن سال دیگه اشتیم چهار تومن بیده چهار تومن الان چقدره؟ الان بیست دوتومن. آقا چه خبر؟ چه خبر؟ خب دیگه یه گلی نوچ ما برداریم بیریم یه نون سنگک بگیریم. سلام آجون، خیلی خوش اومد. صحبتون بخیر. صحبت شما بخیر. صحبت شما بخیر. خیلی بس، خیلی خبر. من دیروز خرید رفته بودیم، خدا شاهده صبح رفتیم یک قیمت گفتم، بعد از اون یک قیمت گفتم. 1000 تومن امروز برابر 300 تومن سال گذشته است. این 45000 تومن یارانه که میدن برابر 15000 تومن بهمن سال گذشته است. به اندازه 15000 تومن قدرت خرید داره. خب عموده این مقوای خالی که بسته‌بندی می‌کنی پارسا 3200. خب الان چقدر می‌خواد؟ 3300. الان 3300. یعنی 3 برابر شده؟ یعنی ما برابر. ارزش پول ملی را چگونه می‌خواید اصلاح بکنید؟ اول نقدینگی باید کنترل کنیم که گرانی بیشتر از این نشه. درست. بعد تولید ملی رو باید راه بندازیم. یعنی به اندازه کافی ما میتونیم تولید کنیم. بله. میتونیم اشتغال داشته باشیم. به محض اینکه تولید بره بالا، ارزش پول کشور شروع می‌کنه به تقویت شدن، بالا رفتن. خب پس معلومه ما در یه شرایط خاصی هستیم دیگه. بیش از گذشته باید همدیگه رو کمک کنیم، بیش از گذشته باید همدردی بکنیم، کنار مردم باشیم، با هم دوست باشیم. خودت از چه مدت اینجا هستی؟ الان 20 سال اینجا هستی. بعد کرایه ما میبینیم به جایی که برخی از مسئولان و دولت مردان کنار مردم باشن، همدرد مردم باشن، همراه مردم باشن در مقابل گرانی ها و سختی ها و بیکاری ها، اینا با هم دیگه دست به یخه میشن. این چه معنایی دارد؟ وقتی که بر مردم در فشار هستن، مسئولین باید در کنار مردم باشن، همدرد اونها باشن. اگر به مردم کمکی نمی کنید، مردم رو تضعیف نکنید. سلام علیکم. من دانشجو نیستم، بریم داخل. چه وضعیتیه؟ مگه ما دانشجو اینجا نیستیم؟ من نمیدونم، من مقرراتشون نمیدونم چطوری. ما دیگه با شما نداریم، میخوایم بریم تو هر بازون رو گوش بدیم، ولی اینا راه نمیدن. ما هم که اومدیم که با شما صحبت کنیم دیگه. از عرب که میومدم تو مسیر 10 نفر من گفتم ببینم کار دانشجوی به هم نریز یا تنش. میگه چه خبر آقای دکتر؟ تو دانشگاهی چه خبر؟ من قبل از شروع صحبت تقاضا کنم از مسئولان حراست که درها رو باز کنن و دانشجویان عزیزی که بیرون هستن بیان وارد بشن. ما در کشور دیگه ثروتی بزرگتر از این جوان‌ها نداریم و همه ماست که قدر و شکر این نعمت رو به جا بیاریم، ضمن اینکه ما اومدیم که درها رو باز کنیم، نه اینکه درها بسته بمونه و این نیروی عظیم بیرون باشه. ما اگه مشکل جوان رو حل کنیم، جوان ها خودشون مشکلات کل کشور حل کنیم. بسیاری از این فرماندهانی که شما اسمشون میاری تو جبهه به طور گمنام تو این گوشه ها بودن. من با کمک دوستانم رفتیم اینا رو شناسایی کردیم، بهشون عرصه دادیم، میدون دادیم، کمکشون کردیم، تبدیل به قهرمانان ملی شدن. نمیشه استاد دیگه، ما اینجا مای کارو میکن. ما آقا مهدی باکری رو چطور شناختیمش و حمایتش کردیم رفت. آقا مهدی باکری هم اینجا هستن، توی همین دانشگاه هستن. آقای رضایی، ما چه تضمینی داریم که شما این وعده‌هایی که میدین بعد از انتخابات عملی شد؟ آیا اصلاح طلبان در دولت شما
جایگاه ویگار هم یادن. مردم تا چه زمانی این همه فشار را تحمل میکنند؟ وضعیت مردم از اون چیزی که مسئولین فکر میکنند خیلی خرابتر است. اما در دولتی که 3,000,000,000,000 تومان به یک ما رفت از سرمایه این مملکت، نباید ادهی ما حاکم بشن؟ آقای محسن رزایی، آره که داریم ارزشی ها رو جمع میکنیم، با ارزشی نماها چه کار میکنیم؟ با انسان نماها چه کار میکنیم؟ با اونهایی که آیا وقتش نرسیدی که یک تحول سازنده ایجاد بشه؟ ما به شدت نیاز به گفتگوی با هم داریم. از داخل خانواده ها شما نگاه کنید، تا بیاد کف خیابون ها، تا بیاد سطح دولت مردان کشور، ما اصلا انگار نمیتونیم با هم زندگی کنیم. طلاق ببینید چقدر تو کشور اوج گرفت. دو تا ماشین وسط خیابون تصادف میکنن، میان بیرون به قصد کشت هم دیگه رو میزنن، خسارتی بیش از این که به ماشین وارد شده به خودشون وارد میکنن. نمیتونیم با هم بشیم دیالوگ داشته باشیم. گفتگو کردن با هم دیگه به معنای این است که میخواییم با هم زندگی کنیم، میخواییم با هم باشیم. من اگر از همه آقایون پایبندتر به نظام و شخص رهبر انقلاب نباشم، کمتر از اونها نیستم، اما من یه ولایتی آزاده هستم. یعنی ولایتی های آزاده مثل حسین خرازی، احمد کاظمی، شما مطمئن باشید، اینو جدی به شما جوانا عرض میکنم، چون الان افراط و تفریط ما متاسفانه تو کشور داریم. اگر ما به جوانهای ایران اجازه اشتباه کردن نداده بودیم، این قهرمانان ملی به وجود نمی اومد. اما اینکه شما چشم و گوشتون رو ببندید، یه کسی میاد میگه آقا نظر رهبر انقلاب اینه، بعد تهش این در میاد، خب این کی گفته رهبر انقلاب چی حرف زده؟ کی نقل کرده؟ رضا واقعا رهبر انقلاب امروز در همه اقشار مظلومه. من مسئله گفتگو رو نه تنها تو دانشگاه‌ها، در سطح سیاسیون، دولت مردان جدی میگیرم، سعی میکنم از خودم هم شروع کنم. شما مطمئن باشید ما اولین دولتی خواهیم بود که به راحتی میایم پشت تلویزیون به اشتباهات خودمون اعتراف میکنیم، اگر اشتباهات قابل جبران نباشه استعفا میدیم و یک دقیقه از عمر ملت ایران رو به بطالت نخواهیم گذرون. شما نظرتون راجع به آشتی سیاسی در این 4 سال آینده چیه؟ ببینید ما هیچ راهی نداریم اگه بخوایم واقعا استکاکا کم بکنیم. به محض اینکه دولت رو من به دست بگیرم، یک جلسه فراگیری از اینا تشکیل میدم، بعد اینا رو خدمت رهبر انقلاب میبرم و به همه مسائل پایان میدیم انشالله. دولت آینده دولت فراگیر خواهد بود، فراگیر از سیاسیون، از اقوام، از استانها، فراگیر از همه توانایی ها، یعنی فراگیری برای بسیج توانایی های ملی ما. ما امروز باید مسئولانه برخورد کنیم با اداره کشور، نه تنها باید دلسوز باشیم، بلکه باید با کارگیری همه اقوام ایرانی، با استفاده از همه دانشمان از این خطر بزرگی که روبرومون قرار گرفته، ملتمون رو و نظاممون رو عبور بدیم. مدیریت جمعی با یه نفر و دو نفر و سه نفر شکل نمیگه. مدیریت جمعی یعنی در این کشور هر کسی با سر جای خودش قرار بگیره. الان آدم ها سر جای خودشون نیستن. یه کسی که اصلا تخصص ورزشو نداره، آوردنش تو ورزش گذاشتن. یه کسی که ورزشکار، آوردنش تو اقتصاد. و رضا اوضاع کشور رو به هم زدن. من نمیدونم سیاست چی میخواد تو ورزش. دولت مردان ایران چرا میرن تو این باشگاه سرمایه گذاری میکنن؟ البته خوبه برن تشویق بکنن. خود من از باشگاه تراکتور سازی تا پاس تا استقلال تا پرسپولیس میرم، مخصوصا بازی های خارجی که دارن، مثلا با قطر و کویت و اینا که بازی میکنن، من خودم دلم میخواد برم اونا رو تشویق بکنم که حتما ببرن و پیروز بشن. ما اگر بخوایم
انشالله به سرعت عقب ماندگیمون رو جبران کنه، ما دست به تغییر تحولات زیادی بزنیم، مون تا منطقی و عاقلانه، نه اینکه همینطوری هر کسی بر ذهن خودش یه کار بکنه. لازم این کار اینه که ما خود نخبگان رو بیاریم توی صحنه با دست اونها. هر تحولی، هر تغییری میخواد صورت بگیره باید به دست اهلش صورت بگیره که ما آسیبی از تغییر و تحول پیدا نکنه. علل داخلی کندی پیشرفت ایران بسیار بیشتر از فشارهای خارجی است. هرچند ما عادت کردیم تا مشکلی پیدا میشه به گردن آمریکا و دیگران بندازیم، اما من معتقدم خود ما نقش بسیار مؤثری در کند شدن حرکت انقلاب و این عظیمت جدید، این نقطه آغاز جدیدی که شروع کرده ایم داریم. ما اینجا مهندس کشاورزی دارن، مهندس حسابداری داریم، خودم لیسانس هم بیکاریم، مثلا نیروکار داریم، ظرفیتشو داریم، ولی بسترش برامون فراهم نیست. بیا در باز کن، مهمون دارید. امرار معاشتون چطوریه؟ کمیته امداد چیزی به تون میده؟ بریم دفترها نونوایی ها رو نگاه بکنیم، نونشون دارن قرض میگه دوده، نون ندارن. چرا؟ من که یک تون خاک شدم، سه تا فرزن شهید دادم، یعنی عرض کنم خدمت و باید که مردم بخندن بهم. شش تا بچه عرض کنم فوق لیسانس، لیسانس فوق دیپلم، همو که دیپلم گرد عرض کنم خدمت داری کارگری کار کنم، اونا پنج بقیه دیگه بیکارن. بیکارن این بخواهم سفری آسانی امامانی که بوده بلا خلگن این سر دور ایران استانتون آباد میکنیم. آج آقا شما که دستتو به او بالا میرسن گوی بلا خلگن و نسیم و بپرسنن که بیان تهران عمله ای بکیم. اصال این که دمد بهار میزنن هشت سال چهار پس را باشو بری بهار نداری مردم بستنه. اما ایدم و ایدی ایدم و شرمنده ای از زن بچه مو سختی نکشی هم نیستیم. اما اگر ایرانی ایمو سینه که جلوی امریکا استوی من تا روزی با جنگ صدام میموردنم الان دارن را در اعتیاد میمیدن. مسبب این بدبختی ها فلاکت بیتفاوتی بیکفایتی بعضی از این مسئولین این نظامه. انصافا من این دنیا و دنیا خیلی هاشون حلال نمی کنم، مدیون مسئله، ولی الان بهت میگم محسن جان با امید خدا رفتی، چه تصدی رو در پیش بگیری چه نگیری، این دنیا و دنیا مسئولت میکنم که کاری با ما بچه های قاجاری بکنی. نام آوازه خوزستان سوای از شهدا و مدیون محسن رضایی، امثال محسن رضایی. به امام حسین دختری پنج سال حق داریم، آجاهازیه نداریم بهش بده. درست. پسرامونه نمیتونیم یه حلقه یه نام زدی برش بگیریم. ما باید با فقر و بدبختی تا چهی دست پنجه نن کنیم، با نداری تا چهی بسوزیم، مردامون تا چهی کنار خیابونا بیکار بشنن آتو رو زناشون شرمنده باشن تا چه؟ ما در نیدلمونو بریم برای چی بگیم؟ چی به دال ما برسه؟ مسئله بیکاری که جوانان ما رو به شدت آزار میده و این برادر عزیزی که بلند شد و اوج ضعیف شدن فرزنداش داره میگه، این قابل تحمله؟ تا چه مدت این بچه‌هایی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفتن هی هر روز از باباشون 2000 تومان 3000 تومان طلب کنن، صبح برن بیرون شب دوباره دست از پا دراستر برگردن تو خونه؟ خب این عزت جوان ما شکست نمیشه، این جوان آماده میشه که خدای نکرده به اعتیاد روی بیاره، این جوان عادت میکنه که به مشکلات دیگه رو بیاره. مگر اسلام نمیگه اگر فقر از یه در بیاد ایمان از در دیگه میره بیرون؟ مگر اسلام اینو نگفته؟ من قبول دارم خیلی زحمت کشیده شده برای زندگی مردم، اما زندگی مردمی که الان ما داریم این شایسته ملت ایران نیست، شایسته جمهوری اسلامی نیست. این زندگی که بیکاری و فقر و گرانی درش است و نشاط و شادابی از صورت جوانان ما فرار کرده، این زندگی زندگی مطلوب ما نیست. از من سوال کردن رقیب شما کدومی که از این آقایونه؟ گفتم همه اینا دوستان من هم. رقیب من فقر و بیکاری و گرانی است. آزاد کردن ملت ایران از فقر و گرانی و بیکاری
مثل همون آزادسازی ایران از اشغال بحثی هاست. خدای متعال یه نعمت بزرگی به باهای سنگینی که بهترین برادرامون ما شهید شدن رفتن، اینا هر کدام یک شخصیت عظیم بزرگی بوده که جانشون رو، زندگیشون رو، فرزندانشون رو، همه رو در راه خدا دادن تا ما به اینجا برسیم. بعد ما از اینجا که رسیدیم که هر صندلی که ما روش میشینیم به باهای هزاران جوان و پاک باخته به دست اومده، ما قدر اینا رو نمیشناسیم، ناشکری میکنه. سلام سردار. سلام. قبول باشه زیارتتون. ایشالا این مملکت همیشه پایدار بمونه. همیشه انشالله. ما یه روحیه‌ای میخواییم مثل آقا مهدی باکری. ما نیاز به افرادی داریم در اداری کشور که خودشون رو بدهکار به نظام بدونن، بدهکار به رهبری بدونن، بدهکار به ملت ایران بدانن. من از شلمچه دارم میام، از سرزمین مردان و مخلصی که جانشون رو کف دست گذاشتن و رفتن. و اگر کسی میتوانست این خطر رو دفع کن از نظام جمهوری اسلامی و این فشار رو گرده مردم برداره، شما مطمئن باشید که من یک قوار شلمچه رو به 10 تا ریاست جمهوری تعویض نمی کردم. اخلاق و ادب دولت مردان و صبر و تحمل آنها باید زبان زد عام و خاص باشه. قوام جامعه ما به رفتار دولت مردان برمیگردد، اخلاق در جامعه به اخلاق دولت مردان ایران برمیگردد. بد اخلاقی، شتاب زدگی، کم تحملی، کم صبری قوام جامعه رو سست و امید جامعه رو متزلزل میکنه. ما بیایم خودمون رو درست کنیم، یعنی دولت مردان این کشور بیان اخلاق اسلامی رو رعایت کنن، نخوان برای رسیدن به قدرت عکس یه خانومی رو روبروی تلویزیون بگیرن و به خاطر اینکه این اجازه بگیرن. مشکل ما اتفاقا تو کشور همین مستی قدرت. خانم خیلی هم هستن مدیریت اجرایی دارن، اما چون مست قدرت میشن آخرش سرنگون میشن. ما تلاش خواهیم کرد که اول مست قدرت نشیم. فرهنگ ما، سیاست داخلی ما، سیاست خارجی ما باید یه بستی و یه منظومه مشخصی با یه هدف معینی داشته باشه. این هدف رو من اقتصاد انتخاب کردم. بنابراین محور بحث‌های من اقتصاد، اما معنای حرف این نیست که ما فرهنگ رو اهمیت نمیدیم و به مسائل سیاست خارجی توجه نداریم. نه، ما سیاست خارجی هدفمندی رو میخوایم دنبال کنیم. محور اساسی دیدگاه من اینه. من میگم انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی، اصلاح سیاسی. من یه شعار خیلی ساده ای دارم: سلام بر زندگی. سلام بر آرامش، سلام بر نشاط، سلام بر شادابی، سلام بر اخلاق. آرزوی مهم من، انگیزه اصلی من تو این صحنه سیاسی هیچی نیست جز این که با دست نسل سوم و چهارم هم مشکلات فعلی رو حل کنیم، هم خودشون رو آماده کنیم برای آینده کشور. دیگه ماها خیالمون راحت باشه که ایران ما تا 40-50 سال بعد
بیمه شده. آقای دکتر حرفای خیلی قشنگی میزنید. فقط اگه بتونید امانت کنید خیلی خوبه. با کمک شما. با کمک شما ان شاء الله. آقای دکتر الان خانمایی که اینجا جمع شدن همه میخوان اینو بگن. آقای دکتر ما با شما بیعت میکنیم. آیا میتونین کاری بکنیم ما به این مردم قولشو بدیم؟ شما از طرف من ما مورد شما قول بدید، اونم قول رزمندگی بدید. بگید من رزمنده. ازتون انتظار دارم. دوستتون دارن میخوان که شما باشین. حتماً است. میخوان که باشین. من چه شهید مزار ناظر که من تو موافق با وی حتی باسه شام با میشه شهید مزار سو که من. جانب.